بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی رسوله کریم. برادر بسیار گرانقدر جناب رئیس محترم جمعیت اسلامی افغانستان، جناب دکتر صاحب عبدالله، جناب علی صاحب بزرگوار، جناب نقیبی صاحب، همه حضار گرانقدر وکلای محترم در پارلمان، سناتور صاحبها، قماندانان ارشد جمعیت اسلامی افغانستان، علما، خواهران، داوران، آنهایی که همه افتخارات جمعیت اسلامی در دههایی که گذشت توسط بازوان کوتاهان شما است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه افتتاح دفتر جدید مرکزی جمعیت اسلامی را به همه شما عزیزان تبریک و مبارکباد عرض میکنم. بجاست که به روح همه شهدای عزیز ما، شهدایی که از چند دهه تا این دم با خاطر آزادی این کشور مبارزات بر حقشان، همچنان در جهاد علیه اشغالگران شوروی و در مقاومت علیه اشغالات اشغالگران دیگه که کشور برای بلعیان آمده بودن، و شهدای سومری و آخر سرداران بازسازی، بخصوص رهبر جهاد مقاومت استاد صاحب، رهبر بزرگواریمان جناب قهرمان ملی، با ده ها و هزار ها شهدای نامدار و فرزانه ای سرزمینه، برای شان درود می‌فرستیم و جنات بهشت را از خداوند صدا می‌کنیم. دوستان عزیز، همه می‌دانیم که جمعیت اسلامی بیشتر از نیم قرن است که فعالیت می‌کنه و پا بر سر فعالیت‌های سیاسی و سیاست گذاشته. چی در برابر چکمه‌های حکومات، زیر چکمه‌های حکومات مستبد آن وقت خیلی علم کردن، مبارزه کردن زیر چتر نهضت اسلامی و جمعیت اسلامی، و چی با تحمل هزاران و ده ها هزار قربانی معلول و شهید و زخمی در دوره اشغالگرای کشور، یعنی در دوره جهاد، و همچنان یگانه حزبی بود که در دوره مقاومت این طلایه را و این بیرق را و این آرمان را حفظ کرد، در اعتزاز نگه داشتش، بر افراشته نگه داشت و با متانت و مردانگی به سوی آزادی وطن رسیدن، با آرمان و خواستهای مردم خود شتاب و زحمت کشیدن کار کردن. و یکی از افتخارات بزرگی حزب در پاری که اکثریت، اگر خدای نخواسته، ما نمیخوایم که دست کم بگیریم دیگه، ولی میخوایم که در مورد شایستگی و برازندگی حزب خود صحبت بکنیم، همه احزاب و سازمان‌های سیاسی و جهادی در دوره مقاومت تقریبا مضمحل شده بودند، و این جمعیت اسلامی بود و این رهبران فرزانه جمعیت بود که حکومت اسلامی را مشروعیتش حفظ کرد، دره به دره، کوه به کوه، سوری به سوری، ولایت به ولایت رز میدن، فداکاری کردن، قربانی ها را قبول کردن، ولی دانه سنگ و ریگ وطن را کسی حاضر نشد که بدن. این ویژگی جمعیت اسلامی بود و این توانمندی و سازماندهی منظم و منسجم رسالتمند جمعیت اسلامی بود، با رهبران خردمندش، با رهبر جهاد مقاومت، با قهرمان ملی و سایر کسانی که در کنارشان بود، و این عزت و این ارزش حفظ کرد تا اینکه نظام رژیم پوشالی طالبان تغییر کرد و حکومت جدید به میان آمد و صفحه دیگری برای عزت و افتخار جمعیت افزوده شد. انتقال قدرت سیاسی بعد از سالها جنگ و قربانی، بعد از سالها فداکاری، حتی به ارزش خون قهرمان ملی، آن آزادی که بعد از آمد با دو دسته، با سینه فراخ، با همو حفظ ارزش های دموکراسی و همپذیری در افغانستان، قدرت دوسته رهبر بزرگوار ما با آقای کرزی پیش کرد. در تاریخ افغانستان اولین بار است که قدرت مسالمت آمیز انتقال می کند، آن هم در شرایطی که ما بیشترین قدرت داشتیم. الحمدلله قدرتمند داریم، کشور در دست توانمند همه شما عزیزا بود که با متحدین تان که حکومت گرفتیم، کابل آزاد شد، کشور آزاد شد،
و در ارگ رفتن نشسته، ولی به خاطر حفظ ثبات در افغانستان، امنیت در افغانستان و نهادن ساختن این فکر سیاسی و نهادن ساختن این مفکوره عالی و پسندیده حاضر شدیم که قدرت را تحویل بده. ای از افتخارات بسیار بزرگ رهبران شما و شما عزیزا است که یک افتخار کلان تاریخی را بدست آورده. خب قهرمان ملی شهید شد، رهبر ما شهید شد و سرداران زیاد، فرزانگان زیادی که والا من نام بگیرم بعدش نامش برای خوب نمیشه که همه در دل سینه ما و مردم ما جا داره شهید شدن. همه که در فکری بودن که جمعیت از هم میپاشه و آنان که در جمعیت باقی مانده توانایی را ندارن که جمعیت سر و سامان بتن، مستجم بسازن، با احساس مسئولیت رسالتمند حرکت بکنن. ولی جمعیت چنین کرد، از انشعاب و پاشیدگی جلو گرفت، اتحاد همبستگی خود را حفظ کرد با وجودی که مشکلات سلیقه‌ای ها و حرفای وجود داشت، ولی جمعیت تانست که یک بار دیگه به پای ایستاد شود و توانمند حرکت بکنه، هدفمند حرکت بکنه، رسالتمند حرکت بکنه و اینک دفتر مرکزی خود احیا بکنه و اهدافی را که رهبر بزرگوارش تعقیب کرده بود و پا به پای اونا، پا به جای پای اونا بگذاریم و به پیش بریم، همقدر به پیش بریم که جمعیت من حیث یک سازمان نهادی نشده، سازمان منسجم، انسجام یافته همیشه عرض اندام داشته باشه به تاریخ کشور. و ای در بازوان شما عزیزا هست، خصوصا بزرگانی که اینجا نشستن ارتباط با بازوان توانمند ای عزیزا میگیره. دوستای عزیز، جمعیت تاریخ که خوب بدراشد، از انشاء تشتت پرابندگی جلو بگیره، خودخواهی نکردن، چوکی طلبی نکردن، با هم نشستن، روزها شبها مجلس کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که راه نجات جمعیت در این است که ما به پیش بریم و از شخصی که در رأس میاد رو حمایت بکنیم و هدفمند پیش ببریم و هر کس وظیفه خود بشناسه، وظایف تقسیم شوه با احساس مسئولیت در چارچوب و چوکات معین، ما با اهدافی که داریم بریم به پیش که در جریان هستیم. جناب رئیس فرزند ارشد رهبر بزرگوار ما در رأس تعیین شدن منیس رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و بقیه برادرهایی که در کمیته ها آمدن، جناب نقیبی شد منش معاون معرفی شدن و جناب احمدزیا مسعود منش معاون معرفی شدن و من بنده فخیرم که هیچ نوع پیشنهاد خدا حاضر است که من نداشتم و مجلس هایی که در اینجا گرفته و برادرها گفتن که ما به ریاست اجرای تو خوشبین هستیم و ما هم با کمال افتخار، چون این مسئولیت سنگین است، به خاطر خدمت گذاری پذیرفتیم و انشاءالله با دقت، با مشورت، با خرد سیاسی و عقلانیت سیاسی با مشوره هم دیگر تصمیم میگیریم و بخشمنده راه هم با پیش میریم، با پیش میبریم. دوستای عزیز، جمعیت تانست که با امی خرد سیاسی که از تشدد و پراگندگی جلو گیری کرد، در این روزا یا اخیر شما شاهدی هستین، تانست که با توانمندی سیاسی تصمیم عقلانه بگیره و در محور یک هدف جمع شوند، با البته با رعایت و احترام به بعضی بزرگان ما که با احترام به آزادی تصمیم اونا که تصمیم دیگه هم گرفتن. این جمعیت بسیار کلان است، بسیار بزرگ است و میبینیم که هر کس میخواد در افغانستان حکومت بکنه مراجعه به دروازه جمعیت میکنه که بایش همکار باشه و تیمش برای حمایت تیم خود شخصیت‌های بزرگ جمعیت داشته باشه. این هم یک افتخار از برای جمعیت که آنقدر جمعیت جغرافی زیاده داره، آنقدر نفوذ داره که هر کس به دروازه جمعیت و اعضای ارشد جمعیت مراجعه میکنن با احترام به این تصمیمی بعضی بزرگای ما گرفته، ولی در مجموع در قاعده و در رأس جمعیت تصمیمی خوبی دیگه گرفته که کاندید دادن از خود، نخواستم که این بار با تحت تاثیر شعارهای دومی برن که ما فقط بریم دوم باشه و یا فقط بریم وزیر شیم. این دفعه جمعیت با افتخارات بیش از نیم قرنه خود، با زحمت کشی های خود، با قربانی هایی که داده، با بزرگترین چهره ها و موره های عزیز و فرزانه خود شهید دادن و هنوز هم از هم نپاشیدن و با قاعده و سه و با بنیاد محکم استاده هستن
تصمیم گرفتن که حکومت را به خیر بگیرن با متحدین خود. با مخاطر کاندید پیش کردن که دکتر سید عبدالله حضور شما ششتر کاندید و دو حزب قدرتمند دیگه افغانستان که ریشه در عمق جامعه داره، که ریشه در متن جامعه داره، هم برادرای حزب اسلامی و هم برادرای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و شخصیت‌های مطرح و احزاب سیاسی مطرح و در کنار سه حزب قدرتمند کس بها نهایی سه حزب قدرتمند است، ملت داره، ریشه داره، از متن مردم برخواسته و در متن جامعه ریشه داره. ده الی 15 احزاب سیاسی دیگه و نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی و همچنان نهادهای قومی مثل شورای سرتاسری عربای افغانستان، مثل شورای سرتاسری ترمانای افغانستان، برادرای پشه‌ای ما و کسای زیادی هست که من جایت براتون نام نویس کرده میتونم، نام گفتنه میتونم، تصمیم گرفتن که با هم برن و یک تحول عظیم را در جهت مثبت در افغانستان بیارن. اگر ما بگذاریم که فلانی قدرت داره و فعلا در قدرت است و بعدا میتونه قدرت در دست داشته باشه، پس ما باید هیچ تصمیم نگیریم. ما در انتظاری نمیشینیم که شرایط برای ما چی روزگار را میاره. ما تصمیم میگیریم که شرایط به نفع مردم خود تغییر بده و زمینه را به نفع مردم خود مساعد بسازیم. و این عزم متین کار داره. مشورت، دقت، تصمیم و عزم متین و اصرار و پیشرفتن در کار است. و اگر بی‌روحی حرکت بکنیم، دلهره حرکت بکنیم و بدون شکی تصمیم گرفتن نمیتونیم. تصمیم همه رمز موفقیت میگه در تصمیم و عزم متین است. تصمیم گرفته و متین پیش برابط با رعایت سنجش همه جانب، همه کمی ها و کاسی ها آدم باید در جهت مثبتش فکر بکنه و بسنجه که ما را با تیروزی نزدیک میسازه. و این تصمیم جمعیت اسلامی و تصمیم رهبری جمعیت اسلامی انشاءالله شما را به قله های پیروزی میرسن و شاهد باشین. خب دوستای عزیز، گرچه تمام صحبت ها را جناب رئیس محترم کردم گفتن، نکات مختصر دیگه من خدمت عرض میکنم که اگر خواسته باشیم بعد از این هم با رونق حرکت بکنیم و حزب مقتدر داشته باشیم، مدنی حرکت بکنیم، با استفاده از فعالیت های دموکراتیک و مدنی حرکت بکنیم و با پیش بریم، چون این حزب با رعایت اصل اسلامی و انسانیش که به مو اساسی ریشه داره و ایجاد شده، با رعایت حق دموکراسی و با رعایت استفاده از امو که قانونی حق به این حزب داده از با حرکت های مدنی و دموکراسی و دموکراتیک، ما اگر تصمیم بگیریم باز هم به پیش بریم، بدون شک بعد از این پیروز خواهیم بود. اگر لغزیدیم، اگر پای ما لرزید، اگر خط سیاسی داشتیم، جبرانش باز بسیار مشکل است. از پل هایی که میگذاریم و پل مشکنه و برگشتش باز بسیار مشکل است. کوشش کنیم در جهت بریم که پل های خبگرد ما آباد باقی بمانه و تصمیم ما تصمیم بسیار عالی و مبتنی بر خرد سیاسی بوده باشه. اگر میخواییم که بعد از این پیروز بوده باشیم، این نکات باز رعایت بکنیم، با هم بریم، با هم به پیش بریم. دوستای عزیز، یک نکته را که اگر وقت نازیاد نگیرم براتون بگم که برای رهبری جمعیت که اینجا رئیس هم ششته، برای رئیس و بقیه برای بعضی کسای دیگه بارها پیشنیاد آمد، گفتن پول چک سفید، از پول تشویش نکنیم، 50 میلیون و 100 میلیون دلار و چقدر پول که این کشور میته و اون کشور میته و این خود ما داریم. با مراتب مراجعه کردن از پول چک سفید افزاده. معاونت اول گفتن، بخش کابینه هم گفتن، هیچ کدومی ما حاضر نشدیم که ما در پای چونین یک امتیاز بریم که باز بقیه در گرده مردم ما دیگر آسوار برده باشه. ما خواستیم که دقیق فکر بکنیم، دقت بکنیم، مشوره بکنیم، تحلیل بکنیم، خوب تجزیه بکنیم که چی تصمیم ما به خیر ملت و مردم ما، به خیر کشور ما هست. اگر کسی میخواست که برد برای خودش یک موقف میگیره، ولی زمینه برای ما مساعد بود. صریح میگم، آزاد میگم، جناب رئیس جمهور رو پیشنهاد به ما داشت، تیمیشان هم این مشوره به ما داشتن، تیمیشان به مراتب به ما مشوره کردن، آمدن، صحبت کردن،
گفتم که با تو تیم ما تکمیل میشه، یا با صلاح‌الدین خان ربانی تیم ما تکمیل میشه، یا با جمعیت مختصر بگیم با جمعیت تیم ما مکمل میشه، هم وجه بین المللی ما تکمیل میشه و هم وجه داخلی ما تکمیل میشه. و هم قدرت رأی ما بالا میره. شما اگر نامیدین ما یک تیم ضعیف هستیم. خدا کنه کاری به یادش هم داده باشه. گفت که اگر شما نیامدین جمعیت با ما نامد، هم وجه بین المللی ما تکمیل است، هم وجه داخلی ما تکمیل است. با مخاطر روی مطبوعات ما میره. پس چطور شد کار واجب بین المللی و ملی جنگ تکمیل شده بوده باشه؟ و ما میگیم که در برابر تین جور شده ما شما با متحدین عزیز ما، با چهره ها و نهادهای قدرتمند این جامعه که با ما شما یک جای هستند، میگیم که هیچ حریف غیر مقابل خود نداریم، پیش میریم و پیروز میشیم. شما دیدین تمام جا آنهایی که ثبت کردن هم رئیسش را دیدین و اکثرا با احترام به بعضی بزرگای که ششتم، البته بعضی تیمای بسیار ضعیف دیدیم که رئیسشان چقدر توانمند داره و معاونیشان چقدر توانمند داره. خب بیشتر از این دیگه در این رابطه من تماس نمیگیرم، فقط خواهش مایی از دوستای عزیز که ما نخواستیم که تنها بریم و برای خود امتیاز بگیریم، خواستیم که برای مجموعه خود چیزی را بگیریم. برای مجموعه خود دکتر صاحب ششتم، رئیس صاحب حزب ما ششتم، مون صاحب ششتم، هیچ حرفی بارا پیشنهاد نکردیم که عطای نور در آینده چی وظیفه داشته باشه، چی موقف داشته باشه. هرگز ما تثبیت نکردیم که خواهی نخواهی عطای نور اینی وظیفهش. ما این مطرح نکردیم چون نمیخواستیم برای خود. هدف داشتیم، خواستیم که هدفمند با احساس مسئولیت رسالتمند پیش بریم و مردم خود حقش رو بگیریم. یه حزب بزرگی که همه مردم افغانستان از چهار گوشه افغانستان در این آینه در این خانه خدا حضور خدا میبینند، برای همه مردم باید امکانات باشد، در قدرت شریف باشند، در تصمیم گیری استراتژیک ملی و بزرگ کشور سهیم بوده باشند. چرا ما در قندار نفوذ داشته باشیم و در پست دولتی هیچ چیز نداشته باشیم؟ چرا ما در پکتیکا نفوذ داشته باشیم و در پست دولت اصلا کاتب هم نداشته باشیم؟ چرا ما در فرار نفوذ داشته باشیم و در پست دولت هیچ چیز نداشته باشیم؟ اما خصوصا در بعضی ولایت شمالی، غرب و هرات به همه جای این ارتباط میگیره به این که ما سنجیده حرکت بکنیم، برای همه فکر بکنیم و برای همه حق بخوایم، نه برای یک نفر، برای دو نفر، برای پنج نفر، برای ده نفر. وقتی که حق برای کل اگه شد، حق بباشیم. اگر با اهداف و آرمانی که مردم داره برسیم، باز برای کل اگه میشه. یک کلام، دو کلام داشتیم، همه ما شما احساس قدرت میکنیم که در قدرت شریک هستیم و داخل هستیم. نکاتی که من پیش خدمت عرض کردم، در تمام این جمع جور شدن ها جناب مارشال صاحب نقش اساسی رو داشتن و سخاوت مندانه و جان مندانه دیر آسان مورم کاری کردن حمایت کردن، هم در آوردن نظم نصر در جمعیت و خصوصا در این آخر که کمر دکتر صاحب بسته کردن، معادله را در سطح افغانستان تغییر دادن که قابل قدر و قابل تشکر و سپاس است که واقعا بزرگوارانه تصمیم گرفتم و بسیار عالی تصمیم گرفتن که ما به نمایندگی همه رهبری جمعیت ایشان قدردانی و سپاس می‌کنیم. آخرین نظری ما دوستای عزیز، بعد از شهادت رهبری بزرگواری ما که بیمی بود که جمعیت متشتت میشه، شاب میاد و میاد میاد پارچه میشه که الحمدلله نشد و یه عزیز جلوگیری صورت گرفت، ما تقاضای ما از همه شما عزیزا خصوصا از بزرگای ما همین است که متحدانه تصمیم بگیریم، با هم تصمیم بگیریم، یک جا تصمیم بگیریم و یک جا حرکت بکنیم و این بخیر مردم ماست و آینده ما را چی از نقطه نظر فعالیت های سیاسی حزبی و چی از نقطه نظر ای که در قدرت داخل بیاده باشیم یا میتونم که حفظ بکنیم و تضمین بکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.